خاورانه، اینجا با کمپرسی جنازه آوردن ریختن اینجا، با کمپرسی، یعنی آدمایی که با کمپرسی جنازه میارن و میریزن توی گودال از حیوان حیوان تر. حیوان هیچ وقت یک چنین کاری رو نمی کنه. و طرف شیعه هست و طرف الله اکبر گفته، پشتش یک آیت الله گنبد و کربلا و مکه و مدینه، و بعد با کمپرسی جنازه رو آورده ریخته اینجا. من سوال میکنم واقعا این انقلاب پا گرفت با هیجان مردم؟ 98% مردم هم به جمهوری اسلامی رأی دادن، اما یک به یک دروغ ها، آدم کشی ها، فریب ها، اختلاس ها، دزدی ها، مصادره ها و تاراندن مردم از این سرزمین شروع شد. یعنی ملایان یک دروغ گویان بزرگی بودند که این مردم رو فریفتند و بعد هر معترضی رو کشتند که بلا منازع باشند. من میگم که آیون جمهوری اسلامی، شما زدید، کشتید، دزدیدید، بالا کشیدید، به دیگران دادید، قبول، این طرف در این کفه دزدی های شماست، آدم کشی های شماست، در این کفه یه مورد به ما نشون بدید که ما بدانیم یه چیزی هست که ما بتونیم بگیم که آقا این همه زدن کشتن یک دستاورد این چنینی داشتن. ندارید. و اینجا مزار جوانها، دخترها، پسرها، پیرانی است که ایرانی بودن، اعتراض داشتن و ملا رو نمیخواستن، یا به تعبیری یک چنین روزهایی رو پیشبینی میکردن، و شما زدید کشتید، با کمپرسی آوردید اینجا، خالی کردید. خاوران تا ابد داغ ننگیست بر پیشانی ملاها و آیت الله ها. خاوران یک هولوکاست شیعی رو در دل خودش جا داده، یک هولوکاست شیعی.